ولی بزرگ نه ازدواج با تنها راه نجات کشوری ازدواج ایمانه اصلا هم تبریک نگفتید به من خیلی ناراحتم که اینقدر آدمایی هستید که خوشحالی و پیشرفت و موفقیت بقیه رو تو فوش دادی به من معلومه با فوش بدم کمترین تاثیر رو تو برد باخت بابا باید تبریک بگید مجال تبریک نذاشتی نه این تبریک باید تو اپیزود بگیم هم. چرا؟ چون مهمه دیگه به تمام ایرانی هستیست بمونه همه جا باشه بازی فینال که آذر دو ماه نیمه آذر دو, آزر. دو دیگه اون که اومده بالا؟ نمیدونیم اونا مرحل گروهیشون هنوز شروع نشده <تصفح> ادامه پیدا نکرده بعد این ویروس نگیدی لغت هم نگید <تصفح> چه خبر؟ هیچی دیگه همه چی آرومه؟ تو چی میخواستی بگی؟ آکیا رو بگو من گفتم حالا اومدم خونه جدید مثلا یه تغییراتی قبل بدم میا. میا. مبارک. یه مثلا چیز جدید بخرم و اینا رفتم صندلی اوپن بخرم خب بعد قبل اینکه برم اه... بارستول آره آره, آره، بارست. بعد قبل اینکه برم گفتم که اندازه بگیرم ولی خب متر نداشتم تو خونه ارتفاع اوپن رو با یه جایی از بدن مثلا گفتم تا اینجا پا ارتفاع اوپن <تصفح> خیلی قرون <بستایی. تصفح> نداشتم دیگه چیکار کنم خب آفرین اصلا اپلیکیشن اصلا به زنم حالا اینا فرق نمی کرد قاعدتا باید جواب میداد بعد هیچی رفتم و مثلا دو تا صندلی مشتی حس میکنم خیلی راحتم بودن گرفتم آوردم خونه دیدم که من اونو بذارم اونجا صد درصد هرکی بشینه کمر درد میگیره چون خیلی ارتفاع زیاد شده بود بعد اینجوری قوز می‌کردی و می‌شستی یا بعد دیگه شروع کردم به خودخوری که چی چی مثلا تو این همه ادعامی میای تو پادکست میشینی از معنای زندگی و در پازل معنا این چیزا هم یه ارتفاع اوپن تو یه صندلی مناسب برام بگیری خیلی ذهنم درگیر کرده بود که چرا این اتفاق افتاده خلاصه سری بعد که رفتم آه. چیز خریدم متر داشتم و اینا ارتفاع اوپن 87 سانت رفتم اونجا دیدم اون صندلی زیر یه میزی بود که 92 سانتی متری بود 5 سانت اینجا اختلاف ایجاد شده بود که دلش همون موقع فهمیده بودم چون تو خونه من پاورهنه بودم اونجا رفته با کفش بودم خودی کفشه مثلا یه 3 سانت اضافه میکنه بعد شید. یه دو سانت همین وسط اشتباه بود خلاصه تو مسیر اضافه شده بود دو آره امروز اصلا میخوام برم پسش بدم ولی اینجا باید میشینیم هی از این حرفا میزنیم و فلان و اینا یه صندلی مناسب نمیتونیم من برای خودمون بگیریم او چیزی این که اینجا هست اصلا, مقایسه موا... نکنید با زندگی آله. واقعی حالا پوشال هم نیست <تصفح> <تصفح> ولی خب ولی خب تو زندگی عادی خیلی خودمون سوتی و اینا که فرامونه ارتفاع اپلیکیشن داره و از این چیزی هست که ارتفاعشو میشه تنظیم کرد دیگه از اون بود که مشکلی نبود ثابت بود بعد پسش بدم حالا عکس رو بفرست ببینیم چیه شاید من پشت ماشینم الان میتونی بید. آه ایو حاضر بذاری تو بشین روش ببینی <تصفح> شما یه تم بزن به به درد شما خورد بعد اونو آه... میخواید <تصفح> تو اپیزود بخونی. بخونی آره اونو میخواید okay. تو اپیزود بخونی آره آره چیزی دیگه ای نبود نه متاسفانه در صورتی که خیلی این بخش رو آیا او چیز چیزو جدید و آپدیت کردین شما بگین شما بگین من که آها تو که تو که داری اوور یوز من خیلی باحال الان منشن میکنم من فهمیدم که میشه منشن کرد چیزایی که 18 سال پیش مثلا مسنجرای دیگه داشتن و تازه اپل زحمت کشیده داره آه. اضافه میکنه آره الان آره، آره من خیلی دوست دارم که میشه منشن کرد باد... بعد یکی دیگه بگو ام... اسمای آدما اسم یعنی باید اسم طرف رو بزنید اونایی که اسمشون عجیب گذاشتی و ایموجی داری اینا رو نمیشه منشن کرد بعد رفتم اسمای آدما رو دارم درست میکنم که بتونم منشن آره ولی اسمش که مینویسی خودش برات هایلایت میکنه بلافاصله آره آره ده. دقیقاً دقیقاً کیوت بعد اینستاگرام هم که مسیجینگشو رو عوض کرد اصلا نمیدونم چیکار کرد آره اونم میتونی ریپلای کنی و بعد کراس پلتفرم آره. شده <تصفح> میخواد ببرنش رو فیسبوک ده. چون فیسبوک خیلی دورمند شده بوده میخوان فیسبوک اینطوری دوباره وارد بازی بکنن یکی از استراتژی ها این استراتژی ها دیگه از تپش استفاده میکنی تپ گوشی بک تپش آه آه، آه، آه گذاشتم ولی استفاده نکردم اون هم مثلا اندروید خیلی وقت پیش چند سال پیش داشته این باز اضافه خیلی واقعا اینویشن داره بیداد میکنه آره. موقعی که استیو جابز مرد خود اینو هیچ چیز درست ندادن تنها پروداکت یادم فکرم اپل واچ بود آه. نه ولی ببین چقدر مارکتینگ و کار روانشناسیشون خفنه که همچین چیزای ابتدایی که میدن که باید چندین سال پیش میدادن و اینقدر مردم واسش اکسایتد میشن و می نه کسی اکسایتد نیست سلام برای چیزا عموم مردم چیزن دیگه میگن و خود مک هم OSش یه باگی جدیدن فکر کنم اومده خیلی کرش میکنه کامپیوتر من اصولا تا اینا میاد نمی اپگرید نمی کنم تو چند ماه اولش چون الان به با... با مشکل باتری هم خورده بعضی از دیوایس ها به خاطر چیز استیبل نیست دیگه <تصفح> <تصفح> یه جاش می باعت... یا نه اول که این کامپیوتر این سبک جدیدش اومد بیرون خب خیلی کریتیسایز کرده بودن که آقا چه میدونم این یو اس پی نداره همش یو اس پی و خیلی سخت و همیشه باید دانگل داشته باشی و اکسسوری های مختلفی که وجود داره هنوز انقدر اداب نشده بودن که بخوان یو اس سی داشته باشن بعد یه پوز عجیبی هم داده بودن نسبت به استفاده باتری یا مثلا چقدر ما باتریمون رو میتونیم مثلا کش پیدا بکنه و اینا بعد آدمای مختلف که میان تست میکنن اینجور چیزا رو گذاشته بودن تست کرده بودن دیده بودن اون پرامیسی که مثلا اونا داره بودن نصفشه بشه اصلا به اونجا نمیرسه بعضیا هولد اپ میکرد بعضیا واقعا به اون پرامیس میرسید بعضیاشون اصلا این اتفاق نمیفتاد فهمیدن یه, یه مشکل سافتوریه با مشکل سافتوری اومده حلش کردن ولی خب میگم اولش که اومد میگه مشکل باتری داشت همون روزای اول این مشکل رو داشت اینا مثلا بعد دو آپدیت دادن و اون مشکل سافری هر کرد موضوع رو آره حالا الان برام من هم همکارم یه اتفاقی که میفته یه وقتی سی پی همه یه کوراش میره رو 100 درصد هیچ کاری هم نمیتونه بکنه کراش میکنه مجبوری هارد ریسیت کنی آره این من تو آپدیت جدیدشه قبلا مثلا شاید ماهی دو بار میشد الان راحت هفته یه بار دو بار و اینا رو میشه کار خاصی داری باش میکنی اون موقع یا معمولی نه حالا یه, چند تا اپلیکیشن که با هم بازه یهو هم من میبینم همه سی پی میره رو 100 و خوشحال تو چرا نمیتونی تازه فهمیدم که حالا من چند سال زندگی پی سی فکر کنم مثلا 10 12 سال زندگی پی سی چقدر سخته و چقدر یوزر فرندلی نیست نسبت به اپل نسبت به او مک احساس میکنم مال مک واقعا ساخته شده برای داما اونایی که مثلا خیلی <تصفح الش> خیلی <travaille> راحته همه چیز عادته خیلی یوزر یوزر تره اپل به نظر آره اصلا میخوای مثلا یه کاری انجام بدید واقعا همونجوری اتفاق میفته که تو ذهن توی خب به نظر من بعد اینطوری اتفاق بیفته ولی تو پی خیلی سخت داره بخوای عادت. یاد بگیری بریم دکمه همونو میزنیم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان ها. این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد ماماس ماست سلام امروز اپیزود 250 ماست متاسفانه فرزاد یه ذره مریض بود مریض احوال بود نتونست بیاد ولی خب اینشالا از هفته دیگه داریمش چیزی من بگم قبل از اینکه تو شروع کنی ما ده... مثلا تیم خودکست که هستیم پنج نفر هر دو ما یه بار مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم میگیم خب چه کاری داریم خوب انجام میدیم چه کاری با بهتر باشه و اینا هر دفعه این کارو میکنیم نتیجه بالعکس داره ما هفته پیش صحبت کردیم و اینطور گفتیم که آره بعد حضور خودمون بعد مثلا حضور همه مهمه بعد همه باشن حواسمون باشه مثلا اگر که یه روزی یکی نمیتونه بیاد بگه که مثلا روز ضبطمون رو عقب و اینا همون بنده خدا افتاد مریض شد یعنی هر موقع چشم آره هر موقع ما این برنامه رو میذاریم صحبت میکنیم یا فرهاد نیست یا مثلا من کار برم پیش میاد یا فرزاد اتفاق براش میفته یا کارون عصب کشی داره خلاصه <applause> تصمیم آره گرفتم دیگه آره اصلا با هم دیگه صحبت نکنیم ترجیحاً و برای آینده برنامه نذاریم چی این ارتباط رو قطع کنیم کلا آره آره بعد جونم براتون به که تو می‌خواستی یه چیزی بخونی یه مسج اومد دوست دیروز اومد که وقتی که اومد من بسیار خرسند و خوشحال شدم از خوندنش دوست داشتم که با شما هم در میون بذارم البته من از خود ایشون اجازه گرفتم حالا مسیج رو میخونم متوجه میشید نوشتن که سلام به بچه های خودکست دوست داشتنیم میخواستم حال خوشی که دارم رو توصیف کنم براتون رو بگم که فقط به خاطر شماست موقعی که اپیزود فقط به خاطر شماست موقعی که اپیزود رضایت به فعالیت جنسی رو رفتید من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و درک میکردم چون کماکان بعد گذشت چهار سال حالم خوب نبود اونم به خاطر اینکه سکوت کرده بودم و به خاطر این حماقت سکوتم چهار بار دیگه اون حالا عضو خانوادهشون به ایشون تجاوز کرده یکی از اعضای فامیل و ایشون هیچی نگفته بعد اپیزودتون من یه توییت کردم و شما دو هفته بعد خوندین و یه جرقه توی ذهنم خورد که چرا برای متجاوزم اینو نفرستم از من که گذشت حداقل به خودش بیاد یکی دیگه رو بدبخت نکنه خلاصه من با یه پیج فیک براش فرستادم اپیزودتون رو و اون گفت که با هم حرف داره با اینکه ازش متنفر بودم خیلی منطقی حرفامون زدیم و اظهار شدید پشیمونی کرد و گفت که روش نمیشده تا حالا با هم صحبت کنه من بعد این صحبت ها بخشیدمش و از ته قلبم براش آرزه موفقیت کردم و از اون شب به بعد من نه دیگه خواب های آشفته میبینم نه بیخوابی دارم آروم آرومم هم و همش به خاطر شما هست مرسی خودکست شدم که باشه شدی حالم انقدر خوب شه. اینو ما همون موقعی که خوندم برای بچه ها فرستادم توی گروه و من خیلی خودم عشق کرده بودم به نظر من این بهترین نوع پاداشیه که ما میتونیم از انجام دادن کار این مدلی بگیریم م. که یه،, یه همچین تاثیری داشته باشه یعنی ما اگه تو زندگی یک نفر یه همچین تاثیره مناسبی رو گذاشته باشیم همین که اول اینکه ایشون چه روی کرده مثبتی داشته گفت به خودش گفته حالا از من که گذشت من به اون آدم این رو اطلاع بدم که با بقیه این کارو نکنه و دو اینکه چقدر تو زندگی خودشون تاثیر گذاشته میگن خیلی آروم شدن دیگه اون خوابای آشفته رو نمیدونن این خیلی مثبت و ارزشمنده به نظر من یه جنبه قضیه است یه جنبه دیگه هم که مد نظر من بود که از صحبت ایشون برمی این بود که اون آدمی که این کار رو انجام داده از روی نادونیش این کار رو کرده خب ام. و به محض اینکه حالا اون اپیزودی که ما رفتیم ماهای که حرفه یه این کار نیستیم در واقع سوادش رو نداریم ولی ما رفتیم حالا چهار تا مطلب خونیم راجبش صحبت کردیم روی اون آدم تاثیر گذاشته اون آموزشی که حالا توی اون اپیزود داده شده روی اون آدم تاثیر گذاشته و بلافاصله اومده اسخای کرده اظهار پشیمونی کرده میخوام بگم که آموزش چقدر مهمه راه حل تمام این مسائل نه برخورد فیزیکی خشنه نه حالا مجازاتهایی که ممکنه باشه فقط و فقط آموزشه که از بچگی دختر و پسر باید آموزش ببینن که چطور با این مسئله برخورد کنن این مسئله چه طبعاتی میتونه توی زندگی آینده آدم ها داشته باشه و فقط از راه آموزش این مسائل میتونه به بهترین شکل ممکن حل بشه و الان که شاید مدارس ما در واقع نظام آموزشی ما اونطور که باید به این مسائل نمیپردازه به نظر من جا داره مادر پدرایی که هستن حالا بچه کم سن سال دارن این مدل آموزش رو بچه‌هاشون بدن چون تو فرهنگ ما نیست تو فرهنگ ما رو مسائل توی خونه صحبت نمیشه تابو زشته بده اینا چیزای بده دیگه همش در که به نظر اگه مطرح بشه آموزش درست داده بشه به بچه ها این قضیه خیلی میتونه کمک کننده باشه چه برای دختر چه برای پسر و خروجی مثبتی داره آره <applause> حالا اینجور مسیجا که میاد هم یه بار مسئولیتی داره همین که آدم خوشحال میشه که یه کاری که انجام داده مثبت واقع شده حداقل برای یک نفر و امیدواریم که شاهد اینجور چیزا نباشیم دیگه یعنی آدم یه جورایی هم ناراحت میشه موقعی که میشنوه آره اینو من گفتم که اولش با شما در بذارم چیزی بگیم دیگه قبلش آه. چی احتمال خیلی 99 درصد میخوای برن شده کن تو چورو کن بزن چک کنم آره خدا رو شو آره قرمز خدا رو شو خب براتون بگم آماده اید بله <applause> قسمت دیویسو گرم میشه ولی و داره آم. آفتابه میاد سری بگو قسمت دیویسو هفت. من هفته پیش رجوع پازل معنا و تجربه شخصی زندگی میگفتم که چطور حث کردم از یه جایی به بعد زندگی دستاورد محور زندگی هدف محور اینکه ما یه سری اهداف رو برای خودمون تعیین کنیم بریم حالا بهترین تلاش رو انجام بدیم به هدف برسیم این نمیتونه پایدار باشه این از یه جایی این مدل زندگی از معنا توهی میشه بله. خب این تجربه شخصی من بود بعد توی اون قسمت این صحبت کردم که یه جایی حس کردم خب من باید دنبال یه چیز عمیق تری باشم که بهش دست بیاویزم و این مثلا یه تغییری ایجاد کنه یه کیفیتی به زندگی من اضافه کنه که اونجا حالا طبق صحبتی که من هفته پیش کردم و طبق یافته های خودم یه قطعه از این پازل اگه بگیم حالا معنای زندگی میتونه یه پازل چندین قطعه ای باشه من یه قطعه از اون تو زندگی خودم پیدا کردم و الان پامم هنوز فراتر از اون یه قطعه نرفته بیشتر از اون پیدا نکردم و اون داشتن رابطه عمیق با آدم است. اون داشتن اون رابطه با کیفیتی که ما حالا گفتیم توش میتونی خودت باشی و اون آدم اجازه داره که خودش باشه بدون اینکه قضاوت بشه یا هر چیزی و حس کنی واقعا مثلا عمق وجود تو به عمق وجود اون آدم وصله آره این اولین قطعه از اون پازل معنا اگه اسمش رو بذاریم بود بعد اومدم این قسمت گفتم که رجوع کنم به منابع و به طور مشخص بریم دنبال این بگردیم که معنای زندگی رو فلاسفه و متفکران چی ترجمه کردن خب براتون قرار یه سلسله اپیزود برم امروز قسمت اولشه این ممکنه حداقل سه تا از ممکنه چهار تا قسمت هم بشه گوش و ها رو آماده کنیم <laughs> آره یه مطلبی پیدا کردم یه گفت چی دلت باز کن نه گوش دلتو باز کن چش دل نه این میگفت گوش دل بکشه Uh, یه مطلب پیدا کردم توی سایت سانفورد بود خب بود آره یه مطلب توی سایت سانفورد به اسم The Meaning of Life من پیشنهاد می‌کنم هر هرکی که حالا به این چیزا علاقه داره بره اون مطلب خودشون بخونه من uh, توی این قسمت‌ها چیزایی که میخوام بگم اون مطالب رو خوندم حالا برداشت خودم رو تا جایی که عقلم رسیده با یه ذره اضافات میخوام مطرح کنم باهاتون گفتن که ظاهرا این قضیه که معنای زندگی چیه خیلی سوال جدیدیه که توی ذهن آدما پدید اومده قبلا شاید خیلی بهش پرداخت نشده میگن مثلا توی 50 سال اخیره که به طور مشخص مثلا بخشی از فلسفه داره بهش میپردازه و فقط توی سی ساله که حالا فلسفه مدرن خیلی عمیق بهش پرداخته خب واسه اینکه بگیم حالا وارد این بشیم که معنای زندگی چی میتونه باشه باید اول معنا رو تعریف کنیم مینینگ چی میتونه باشه معنیش چیه میگه که یه ارزش یه ولیو یه ارزش نهایی مثبت که زندگی یک شخص میتونه داشته باشه یک ارزش نهایی مثبت که زندگی شخص میتونه داشته باشه و این هم معنی زندگی شاد و لذت بخش داشتن هم نیست بارها راجبش صحبت کردیم که یه زندگی چقدر میتونه شاد باشه میتونه لذت بخش باشه ولی همچنان میتونه در این حال از معنا توهی باشه اه. یک انسان مثلا بسیار پولداری که تمام امکانات زندگی داره همش تو اشغال مسافرت و دنبیل زریانه اون خب ظاهر همه چی خوبه دیگه ولی اون زندگی میتونه از معنا توهی باشه نمیدونم هست یا نه مهم نیست برای ما ولی داریم میگیم که اون معنای زندگی که مد نظر ماه با اون خوشحالی و لذت بخش بودن زندگی دو تا مفهوم جدا اینا میتونه چیز دیگه ای باشه و زندگی خودمونم که بهش نگاه کنیم هممون هم قبول داریم یه بازه هایی از زندگی ما پرمعناتره در مقایسه با یه بازه های دیگه خب. مثلا شما اون روزی که اگه به یک انسانی کمک کرده باشید قطعا میگید اون لحظه از زندگیت پرمعناتر بوده تا وقتی که مثلا غذا خوردی یا بازی کردی از داره بازی کردن و زیاد اون لحظه ای که من این تکس رو خوندم اصلا یه حس شعف عمیقی توی من به وجود اومد اون لحظه از زندگی من پرمعناتر بود از لحظه ای که مثلا حالا بحثش با نگاه می‌کردم آره خب آه. پس ما هممون قبول داریم که زندگی خود ما تو یه بازه های پرمعناتر از یه بازه های دیگه است دو اینکه این رو هم قبول داریم که زندگی یک سری آدم ها هم از زندگی ما میتونه پرمعناتر باشه مثلا شما زندگی آقای احمد شاملو رو نگاه کنی ایشون زندگی قطعا پرمعناتری از من داشته خب, خب. هم قبول داریم یعنی به صورت زمینی و ناخودآگاه ما این معنی معنای زندگی رو میدونیم ولی تعریف دقیقش حالا ممکنه در دسترسمون نباشه. یه سوال چرا چرا میگیم زندگی احمد شاملو میتونه پرمنراتر باشه ولی دم زریان پرمعنا نیست؟ خاطر اینکه اون آدم تأثیری روی زندگی آدم‌های دیگه گذاشته. خب من مثلا من حالا من نوعی باد خوندن اون شعر یه،, یه فهمی به من منتقل میشه که اون آدم اون, ف... اون مفهوم رو فهمیده و از طریق شعرش به من منتقل کرده خب یه, یه لحظه با کیفیت برای من به وجود میاره فکر کردن به اون شعر شما مثلا شعر مولانا رو بخونی شما توی یه فکری فرو میبره که مثلا این دنیا رو از چه زاویه‌ای دیده که شاید به ذهن من خطور نمیکرد این لذت بخشه خب بعضیا لذت رو توی فهمیدن اینکه یه فهم عمیق براشون حاصل بشه براشون لذت بخشه خب ولی در این حال میتونن افرادی باشن تو طیف فکری که اینجور اینجور فکر و اینجور اندیشه رو دوست نداشته باشن استایل زندگی دبیرزری یا اصلا اون باشه هدفش خب همین ببین اونو یه ای ارزش نهایی مثبت یه ولیو دن بودن برای شما ولیو داره یه ارزشی داره یا آخه اینجوری مثال دارم میزنم می خب ن... جوابش نمیشه گفت آره ولی خب آخر میشه هم باشه دیگه یعنی من آره منم گفتم گفتم ممکنه باشه هم. ولی ته دل خودمون میتونیم جواب این سوال رو بدیم هم. حالا ما که داریم گوش من صفر و یکش نمی کنم اون بی معنی این پر معنی خودمون میتونیم قضاوت کنیم که کدوم میتونه معنای بیشتری داشته باشه تو اوکی؟ داره. آره آره حالا اگه حالا معنای زندگی همون خوشحالی یا درست بودن نیست پس چیه میگه فلاسفه و متفکران اتفاق نظر ندارن روی این قضیه ولی یه جوابی که میدن اینه میگه زندگی معنادار زندگی معنا داره که فرد به اهداف با ارزشی دست یافته که دست یافتن به اون اهداف رضایت به ارمغان آورده خب او این باز خودش گنگ دیگه یعنی تعریف مثلا دقیق که مولای درزش نره نیست این گنگه ولی شما یه اهدافی برای خود تعیین کنی که از رسیدن و به اون اهداف رضایت برای شما ایجاد شده باشه حالا دوباره این وسط ما به صورت خیلی ظریف و توی خودمون به قضیه نگاه کنیم اینکه هدف من اگه مثلا پول در آوردن زیاد بوده باشه و این وسط رفته باشم سر چهار نفر دیگر رو کلاه گذاشته باشم مهم. این باز سوی خودمون به این باور میرسیم که این باز از اون معنای دوره دیگه رضایت به ارمغان نیاورده من به هدفم رسیدم ولی رضایت عمیق به ارمغان نیاورده تا در مقابل اینکه مثلا رفته باشی به چهار نفر کمک کرده باشی مثلا تاثیر تلاش خودت رو روی زندگی چهار نفر دیده باشی <تص> نه قبوله؟ خوب آره <تص> آره پس یه اهدافی رو داریم که ما بهشون میرسیم و رسیدن به اون اهداف برای ما رضایت برمغان آورده این میتونه یه تعریفی از معنا باشه خب. ولی اینم اینطوری که چون بهمون گفتن به بقیه کمک کنین کار خوبیه شاید اینطوری یا یعنی اگه بهمون از بچگی میگفتن دزدی کار خوبیه شاید معنای زندگیمون متفاوت نمیشد یا حتی نه دوزی که فقط به فکر خودت باشی الزاما نه حالا ضربه به کسی بزنی نه کمکی بکنی م. ولی م. می... آره میدونم چی <applause> <applause> نه در فکر میکنم ببین نه فراد در میورد تو گوشیش ببین خب ماریتو حالا ارزشمندترین در واقع شاید مفاهیمی که توی دنیا باشه جون و زندگی آدماست دیگه خب از اون که با ارزشتر نه اون که با هیچ پول و هیچ چیز دیگه ای که قابل جایگزینی وقتی شما ببینید مثلا کارتون توی زندگی یکی تاثیر داشته خب این برای شما ارزش بیشتری ممکنه داشته باشه تا اینکه مثلا پول بیشتر به شما رسیده باشه در مقایسه با اینکه زندگی یکی رو بهتر کرده باشید نمیگم همه دنبال این میرن ها ما به یه سری دل... دلایل هممون ممکنه بریم دنبال اون پوله ولی ته تهش دو به یکی کمک کنی فرض که مثلا یه بچه‌ای باشه یه نیازی داشته باشه شما مثلا یه کاری براش انجام بدی اون لبخند دیدن لبخنده اون انسان برای شما اوج لذت میتونه باشه دیگه اون بچه میگم من احساس میکنم خیلی بستگی داره به تجربی که آدم تا اون موقع داشته یعنی واقعا بستگی داره به نوع آموزشش و, و اینکه تو خانوادهش بهش چی گفتن شاید واقعا بعضی براشون اصلاً هم چیزی ارزش نداشته باشه همین که خودشون خوشحال باشن به صرف اینکه خودشون خوشحال باشن به نظرشون به مثلا معنای کامله رسیدن گروه بابای همه یارو میگم میگفتن از خودت خوشحال باشی چقدر با مثلا پای داره من نبودم تا ولی میشناسم کسایی که برای اونها حداقل در ظاهر پایدار میگم واقعا من باطنشو نمیدونم ولی میگم خیلی ممکنه بستگی داشته باشه به گذشته آدم ها که واقعا این چه جوری براشون از بچگی چی دیدن و چی معنا شده آره ولی خب درسته. حالا به حال تو بگو ببینم نه نه, نه اینا همه حرف درستیه و میگم اینا اتفاق نظر روش نیست که این میتونه معنا حالا جلوتر از بود اول تو این قسمت من بهش میپردازم که بزرگان چیا گفتن به این مفهوم یه که واردش بشی میان معنا رو از سه تا دیدگاه مختلف بررسی میکنن دیدگاه یک سوپر نترل... یعنی ماورا و طبیع گرایی مثلا چیزی دیدگاه شماره دو نچرالیزم که طبیعت گرایی و دیدگاه سوپر <تصفح> 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 دیوان. دیدگاه سوم هم هم نهلیزم یا پوچ هیچ انگاری <تصفح> آره چی دوباره میگی نهلیزم. نهلیزم نهلیزم آره. فارسیه نه انگلیسیه فارسی هیچ انگاری خوب. خوب. درست دارم میگم شما چه دارم من نمیشه من نمیشه چه جوری اسپلش میکنه ان آی لیزم نهلیست فارسی میگفتن خب این میشه هیچ انگاری درست ما این قسمت من وارد سوپر نترالیزم و توی ماورا طبیعی گرایی وارد گاد سنترد میشم یعنی خدا محور زندگی خدا مهور. حالا یه ذره جلوتر براتون توضیح گرمت شد اومدی جلو یعنی که مشکلی چیز دیگه هم دلی. اون هم, هم گفتم حالا یه دید دیگه باشه توی دلید. دیدگاه ماورا گرای چی میگه میگه معنای زندگی باید توسط یه رابطه با دنیای معنویت درست شده باشه دوباره بگو اینو معنای زندگی باید توسط یه رابطه با دنیای معنویت درسته. درست شده باشه خب <applause> بعد میگه اینا باور دارن که اگه خدا یا روح وجود نداشته باشه این دوتا عنصریه که سوپر ها یعنی ماورا و گرایان بهش باور دارن گناهی مختلف داره یا خدا یا روح یا یه تلفیقی از دوتا میگن که باور دارن اگه خدا یا روح وجود نداشته باشه یا حتی وجود داشته باشه ولی رابطه فرد با خدا یا روح رابطه درستی نداشته نباشه یعنی فرد نتونسته باشه رابطه درستی با این دو مفهوم برقرار کنه زندگی بی معنا میشه از معنا توهی میشه سوپرنشالیست طبیعت ها چی میگن میگن که معنا در زندگی صرفا به وسیله ساینس علوم میتونه به دست بیاد یعنی فقط همین طبیعت رو در نظر میگیرن دیگه عالم عالم معن... معنوی در نظر نمی گیرن. خب حالا ما با طبیعت گرا امروز کاری نداریم ما فعلا سوپر کار داریم میان دو تا دسته دارن خدا محور و روح محور خب خدا محور چی میگن خدا میگن رابطه با خدا خدا تعریفش به عنوان موجودیتی معنوی که همه چیز رو میدونه تماما خوبیه قدرتمنده و باعث تمام دنیای فیزیکیه معنا میده حتی اگه روح نداشته باشی این میشه زندگی گاد سنترد مطلق خب خدا ف... حالا زندگی سول محور محبه... سول محور روح محور سول سنترد و محور شد محور ببینید این یه کلمه جدیدی الان نوشه کفت محور چیه؟, چیه؟ چی بود؟ سنترد و محور تازه این میدونید یعنی دو تا <applause> میان, زبانی آره میان زبانی هم هست محور ترکیبی در سنتر و محور خیلی قشنگ گفتم خدا آره روح و اینا چی میگن میگن داشتن روح و قرار دادنش توی یه وضعیتی مشخص به زندگی شما معنا میده حتی اگه خدایی وجود نداشته باشه که روح رو چی ترجمه میکنن میگن روح یه موجودیتیه که با شماست ولی مستقل از فیزیک شماست و زمانی که فیزیک شما از بین بره این همچنان تا ابد میتونه پای داره آره اینو میگن روح... هم زنونه چه میگن روحا میرن همون زنونه بعد از اینکه آدم میره <applause> ای سکسیستی بود میگن دیگه چی بگم خیر نباشه شما زبون که یه <خیل> <خیل> <ای> گفته قدیمی شاید <شوه> <applause> <applause> حالا ما امروز به طور مشخص به سوپرنچرالیسم خدا محور میخوایم بپردازیم سوپرنچرالیسم دو تا بود خدا, خدا من حلان... کاری نداریم تا بعدم آره رومه ببر جلسه بعدی برد. باش با. میگه که وجود شخصی مهمتر و ارزشمندتره که هدفی رو که خدا برای انسان در نظر گرفته رو برآورده کنه یه پرپس میگه خدا وقتی انسان رو خلق میکرده ممکنه براش در نظر گرفته باشه میگه وجود اون انسانی مهمتر و ارزشمندتره که اون هدف رو برآورده کنه میگه در واقع خدا قایتی رو برای عالم در نظر گرفته و مادامی که در راستای اون قایت ما قدم ورداریم زندگی ما معنا داره خب آره دن قطعا در راستای اون قا... قایت نمیتونه باشه نمیتونه؟ چرا؟ نه غیر از شوخی <applause> ممکنه خدایی باشه که اون قایت رو در نظر گرفته ولی این چیزی که داره میگه یه بحث ابسترکت جالبیه من پیش آمی بخونید حتما خودشو من احتمالا حق مطلب رو نتونم ادا کنم بعد میگن که باور دارن این, اه 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 این کسایی که به این حالا مفهوم باور دارن که به وسیله خدا به وجود آمدن برای یه هدف و دلیلی تنها راهیه که زندگی ما میتونه معنادار بشه خب که بهش ایراد وارد میکنن میگن که مشخص نیست اگه به وسیله خدا ولی به صورت دل بخواهی آربیترری و تصادفی به وجود اومده باشیم آیا این همچنان میتونه جلوی از معنا توهی شدن زندگی رو بگیره و یه ایراد دیگه هم که وارد میکنن میگن های... حالا فرض کنید به خواست غیر دل بخواهی نان آربیترری خدا به وجود اومده باشی این چطوری میتونه معنای بیشتری به زندگی شما بده تا دنیای فیزیکی که توشیم خب نترالیزه مثلا شما حالا از یه عنصر یه اتم یه موجود خیلی ساده تکامل پیدا کردیم ما میگه که اگه با خواست غیر دل بخواهی خدا شما به وجود آورده اومده باشی این چطور میتونه معنای بیشتری بده در مقایسه با دنیای فیزیکی که حالا ما توش روش کردیم میخوایی آب بخوری احساس داری میگیره من گم شدم تو رو نمیدونم من الان هم... 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 دو سه جمله برگردم از اول سبل... از اصلا سن... نه بگو نه نه <applause> هر تیکش نه. <applause> بعد میگن که حالا اگه یه هدفی رو خدا یه هدف قایی رو برای ما در نظر گرفته باشه اینجا نگاه کنیم میگه که در نتیجه ارزش ما رو تنزل داده چون یه هدفی رو برای ما, ما خودمون نمیتونستیم هدف تعریف کنیم یه هدفی رو برای ما در نظر پس ارزش ما رو تنزل داده در نتیجه احتمال اینکه مای انسان نازل با انجام دادن با برآورده کردن اون قایت معنا به دست بیاریم احتمالش کم میشه چرا چون ارزش ما رو همینجوری تنزل دادن یه پارادوکس مثلا ذاتی میتونه باشه که اینو فلاسفه حالا توی اون مطلب با ذکر منبع داره به این اشاره میکنه که کدوم فیلسوف مدرن این حرف رو زده یه نظر دیگه هست که میگه که برای یه وضعیت متناهی فاینایت مثل ما ما زندگی متناهی دیگه ما یه جا به دنیا میایم یه جا میمیریم خب میگه برای یه وضعیت متناهی برای اینکه یه وضعیت متناهی بخواد معنادار باشه باید به یه متصل باشه به یه مفهوم نامتناهی یعنی ارزش داشتن رو معنا داشتن رو از مفهوم متناهی فاینایت سلب میکنه میده به یه مفهوم نامتناهی میگه اون مفهوم نامتناهی اینفینیته که میتونه معنا داشته باشه خب این یعنی چی؟ یعنی اگه زندگی من متناهی معنادار باشه این مثلا میتونه دلیلش این باشه که من با یکی ازدواج کردم که اون شخص کار معناداری داره اون کارم که به خودی خودش معنادار نیست پس اون کار مف... وصله به یه مفهومی که معنا داره و این اینو همینجور به صورت تعدی میگه اگه ما پیش بریم میرسیم به یه جایی که اون جا وصل به یه مفهوم نامتناهی که مثلا اون میتونه خدا باشه من یه... که خیلی گم شدم واقعا نمیم تو چقدر گم شدی؟ خیلی دارم تلاش ببین همین زندگی آره میگه متناهی نمیتونه نمی معنا داشته باشه معنا تو که فیزیکی زندگی اون نمیتونه معنا داشته باشه مگر اینکه به سری مگر اینکه چنگ بزنی به یه مفهوم نامتناهی که مثلا الان دارید داده خودم آره اینو میگه همین راحت شد دیگه آره نه دارم سعی میکنم مثال شخصی بر خودم من تو چه وضعیتی نوشتم براتون توضیح دادم تو چه خب من برای همین احساس میکنم آره اینجوری شد تو و اونم که تو چنگ میزدی واقعا نامتنایی بود آره خدا کی میشه ما بتونیم حرفامونو رو همین طوری که قبل زبط میریم بگیم کی میشه اون اون روز بیاد روز بعدیه به این یه ایراد میگیرن که لزوما زندگی نا... متناهی برای معنادار بودن نیازی نداره به نامتناهی وصل باشه ایرادی که میگیرن چیه شما به یه بچه گرسنه بری کمک کنی دوور قضیه نامتناهی نامتنا... نامتن... هست اون گرسنگیون... آره ولی زندگی تو اون لحظه معنادار شد اه. پس این هم یه اراده دیگه لزوما لازم نیست که وصل بشی به یه پدیده نامتناهی ولی همچنان ایراد ایمان وارده درست هم میگه چرا ما باید مثلا کمک کردن به اون بچه رو بگیم که این معنا میده ولی هممون انگار از درون قبولش داریم حالا تاثیر فرهنگ آموزش یا هر چیزی هست من اینو قبول دارم ولی حالا روش اتفاق نظر هره. داریم دیگه پس ما فهمیدیم که دو دو متناهی بود ولی همچنان تونست یه معنایی رو درست کنه پس این ایرادی بود که به اون طرز فکر بعد یه سری گاد سنتر همین زندگی خدا ها میگن که این دنیا بعدا زندگی خوبی دارن این هم آدم بد ما داریم میبینیم که زندگی عالی دارن این هم, هم آدم خوب داریم میبینیم که زندگی بد دارن میگن که این چیز دیگه این عادلانه نیست و, و برای اینکه عادلانه باشه باید یه خدایی باشه که این عدالت رو به وجود بیاره دوباره به این یه ایرادی میگیرن خیلی باحاله چقدر ایراد میگیرم به خدا مهربان فلسفه همینه دیگه ببین <applause> آره طرف مثلا یه ایده ای رو مطرح میکنه بعد میان اون ایده رو مورد پرسش قرار میده اصلا همین باعث پویایی و پیشرفتش میشه علمم هم همینه شما یه مقاله میدی یه پیپری میدی بیرون چهار نفر دیگه میان به اون پیپر ایراد وارد میکنن یه نفر دیگه میاد مقاله شما رو میخونه اون رو میخونه از مقاله شما استفاده میکنه اون رو برطرف میکنه علم پیشرفت میکنه <fingers> اصلا همینه این مباحثه هاست ها که باعث پیشرفتش میشه نه نه سوال نکردن و در واقع مسکوت گذاشتن قضیه ما اگه راجبش سوال نکنیم مسکوت میمونه پیشرفتی حاصل نمیشه ولی اینکه سوال جواب بشه دقیقا تو زبان ما میشه اون دیس کردن دیگه کیمیاش دیگه خب اینا پس گفتن که زندگی تو این دنیا میبینی آدمای بد زندگی خوبی دارن آدمای خوب زندگی بدی دارن واسه اینکه عدالت باشه باید خدایی باشه که عادلانه در واقع تقسیم کنه همه چیز رو بین انسان ها ایرادی که وارد میکنن میگن که یه دنیای کارما محور بله کارما چی میگه چیه کارما بگو فرجان خمیازه میکشی گوشه <تصفح> <تصفح> کلاس که یعنی اگه به یکی بدی بکنی مطمئنا پس فردا خارجیش میگن جو. what goes around comes around یعنی آره. هر از هر دست کنی به خود کنی با همون دست میگیری بله فرهاد حالا یه ذره نه دیگه میگن که چی میگن میگن یه دنیای کار محور که همینجوری مجازات و پاداش رو به صورت عادلانه توضیع کنه بین افراد میتونه معنا بده چون اون آدما میگفتن چون توی این دنیا و زندگی بدی دارن بعد از زندگی خوبی دارن یه حالتی باید باشه یه خدایی باید باشه که عدالت رو تقسیم کنه بهش ایراد وارد میشه میگن توی سیستمی که کارما محوره یعنی پاداش و مجازات به تناسب تلاش شما توضیع بشه این همون کار رو میتونه انجام بده پس برای معنا ما اون رو هم نیاز نداریم <applause> بعد کلا هم یه سری, زند... یه سری مثال نقض برای دنیاهای خدا محور هم هست اه... که میگه که شما برای اینکه زندگیت معنا داشته باشه باید وصل باشی به یه مفهوم نامتناهی ما همین الان مثلا زندگی انیشتین دکتر مصدق ارنست چیکوارا اینا رو که نگاه کنیم اینا میبینیم که زندگی معناداری داشتن حتی با فرض اینکه موجود خوب مطلق قدرتمندی که باعث دنیای فیزیکی وجود نداشته باشه یعنی مستقل از اینکه شما به خدا باور داری یا نداری زندگی مثلا انیشتین و نمیدونم استیون هاپکینز و نمیدونم همه اینا اینا انسان چیزی بودن دیگه تاثیر خیلی مثبتی توی دنیا داشتن مم. خب مستقل از اینکه شما به چی باور دارید اینا زندگیشون پرمعنا بوده پس لزوما ما نیازی به اتصال به دنیای معنای نامتناهی حالا spiritual world دنیا معنوی نداریم برای اینکه اون معنا رو وارد زندگی خودمون کنی با این تفسیر اینا هیچ کدوم درست و غلط مطلق نیستن حالا جلوتر که میریم میگن که برای اینکه خدا یگانه منشأ اهمیت زندگی ما باشه باید یه سری کیفیت ها رو داشته باشه که توی دنیای طبیعی یافت نمیشه قبول داریم بله خب باید این کیفیت برتر از همه کیفیتهایی باشه که تو دنیای طبیعی پیرامون ماست بعد ما برای طبیعی گرایان میگن که معنا وابسته به یک موجودیت بی که همون مثلا خدا میتونه باشه که فقط توی عالم معنوی امکان پذیره توی عالم ما امکان پذیر نیست <applause> که اگه بود ما میتونستیم معنا رو از همین عالم بگیریم <applause> بس بگیر. پس این باید توی یه عالم معنوی باشه یه موجود کامل بینقصه و شما با دوست داشتن اون موجودیت بینقص با جهت دادن زندگی شخصیتون به سمت اهدافی که اون موجود برای شما تعیین کرده با در واقع تلاش کردن به اینکه شبیه اون آدم بشید میتونید به زندگیتون معنا بدید خب درسته. اینو در یه بار دیگه من بگم اینجاش چون بعدش هلی. میخواد جالب بشه میگه که با ب... با. میگه که معنا وابسته به یک موجودیت بی‌نقصه که فقط توی عالم معنا امکان پذیره و شما وقتی که اون موجودیت رو دوست داشته باشید کارهایی که اون از شما خواسته رو انجام بدید تلاش کنید که زندگیتون رو به اون سمت هدایت کنید میتونید به زندگیتون معنی بدید ام. خب پس با این تفاسیر که خدا تنها منبع برای معنای زندگی ما باشه اون خدا نباید اصلا شبیه ما باشه چرا؟ که اگه بود که خودمون معنا آفرین، است. که اگه بود ما میتونستیم معنا رو از طبیعت خودمون بگیریم مم. حالا سوال چیه؟ سوال اینه حالا این موجودیت نامتناهی بی‌نقصی که اصلا هم شبیه ما نیست چطور میتونه به زندگی ما معنا بده نه ما چطور میتونیم از دوست داشتن برد. یا تلاش کردن برای شبیه اون شدن معنا بگیریم چون اصلا شبیه ما نیست آیا ما میتونیم شبیهش باشیم میارا و همه چیش بعد در این بین ادیان بقی... <تصفح> و اون حالا چی ارزش هایی که دارن و چیزایی که تبلیغش رو میکنن تو این مباحث کجا جا میگیرن یا کجا ورود میکنن آیا <applause> اونا تو این اونا. بحث <applause> بگو تو این جور بحث یا تو این تو این مثلا دیسکاشن آیا اونا خب ادیان اکثرا ادیانی که الان توی دنیا هستن در واقع چیزن دیگه خدا, محور تک خدایی هن. ما میدونی قدیم چند خدایی بودن دیگه مثلا توی یونان و اینا الهه که داشتن و اینا همشون چندین خدای جنگ نمیدونم خدای عشق خدای فلان داشتن ولی خب از یه جایی به بعد تمام اونا جاشون رو دادن به دین تک خدایی <تصفح> مونوتئیستیک اگه شما نکنم بهشون میگن که اینا توشون یه خدا هست و اینا همشون تو همین قالب میگنجن که اون خدا در واقع خدای بینقص قدرتمندیه که منشأ تمام خوبیاست و دنیای فیزیکی رو به وجود آورده و اون توی عالم معنا وجود داره و شما از ارتباط خودتون با اون موجودیت بی نقصه که میتونید به زندگیتون معنا بدید خب <applause> اونا مفهوم روح رو هم اکثر این دینها مطرح میکنن که روح شما باید یه ارتباطی رو با یه ارتباطی با یه کیفیت مشخصی رو با این موجودیت داشته باشه که معنا داشته باشید خب ولی تمام اینا توی مقوله سوپر در واقع قرار میگیرن خیلی با بهش فکر کرد دیگه یعنی یکی از این به نظرم خیلی باحال فکر کردن بهش <متصفيق> که ما گفتیم اگه قرار باشه حالا با اصلا بپذیریم که این معنا فقط میتونه از یه موجود نامتناهی بیاد پس این موجود توی دنیای ما نمیتونه باشه که اگه بود ما از همین دنیا معنا رو میگرفتیم و این موجود حتی اصلا هم شبیه ما نمیتونه باشه که اگه بود باز ما از موجودات شبیه خودمون میتونستیم معنا رو بگیریم باید کاملا متفاوت باشه حالا این سات اکسپریمنت در واقع آزمایش فکری که مطرح میشه که چجوری ما میتونیم در واقع دنبال کنیم اهدافی رو که یه همچین موجود بسیار متفاوتی از ما برای ما تعیین کرده و ما چجوری میتونیم شبیه بشیم به اون موجود که معنا بگیریم متشکر جلسه خیلی سنگینی بود خیلی اینو بعد گوش بدم یه بار دیگه خودم از اول یه بار دیگه بریم جالب بریم یه جالب خیلی ناراحت کننده است یه معلم یه خاله مهد کودک توی چین خاله مهد کودک کرده بچه ها رو یکیشون هم 20... مرده میگن خاله دیگه حالا دیگه اون فکر کنم خانم حالا هر چیه. ما 20... جون داشتیم ما مینا جون بود مینا جون سلام جون؟ آره خاله نمیگو خاله مینا نمیگفتی میگفتی مینا جون واقعا وغل... تو جو مهد رفت... کودک؟ مرفعور توی پایین بیمه نه چرا؟ این بیمه نه و توی برودی اکباتان بود دیگه میذاری بگم؟ بگو فاز دو بودی که فکر کنم هیچده بود پایین زیره که از این چیز آها پس مهدی جون بیس فرمید بیس پنج تا بیمانایی داری چون بیس پنج تا از دانش شما یعنی بچه های مهد کودک رو با اسید نیتریت یا نیترات مسموم میکنه برای چی؟ مرز سر این که مرز. سر این که با اون خاله اون کلاسی دعوا شده که کدوم بهتر میتونن کلاس رو دست بگیرن و مدیریت بکنن دو تا خاله با هم دیگه دعواش شده سر بچه ها خالی کردن و یه نفر از اون بچه ها فوت شده. شده. و حالا اون سیستم کورت و دادگاهی که هست اشد مجازات رو برای اعدام چیز اعدام اینجا من هی دنبالش میام ولی نمیشه اگه اشتباه نکنم من خبر اشد مجازات بر اساس قانون چین سنتنس تو دث دیگه نوشته اونجا تایتل به اون بزرگی برای تو متن خبر ننوشته من از اینجا میتونم بخونم اونو شروع کنی دیگه میدونی که ببین سیویرلی اکورنس فیت و خیلی ناراحت کننده بود بعد این خانم نامحترم قبلا شوهرشم چند سال پیش همین اسید نیتریتو بهش داده و خورده و یه ناراحتی ناچیز واسش پیش اومده مثل اینکه هرچی سن بالاتر باشه بعدا بهتر میتونه این اسید رو دفع بکنه ولی خب این 25 تا بچه رو مصموم کرده یکیشون فوت شده چه میگن دقت کنید زن میگیرید اصلا از فکر کن یه دیوونه اینطوری بیفته <applause> یا مثلا یه شوهر ازدواج نه مثلا فکر کن شوهرت مثلا یه بی اسید نیتریت بد بده اعتماد کامل داری دیگه به اون طرفی که داری باش زندگی میکنی نداری و بو نه به فرهاد مثلا میشه اعتماد کامل کرد آره <تصفح> <تصفح> بعد اینو ریخته تو فرنی بچا مثلا داشتن بچا عشق میکردن بخورن نوشته فرنی اونجا پوره پوره یا فرنی تو یعنی اونو پیدا کردی ولی اون <تصفح> سنتنس تو دث <دفت> و <تصفح> پوره جا خمه نیستن خیلی عجیبه جالب بود بسام که چه جوری به کرد تو حرق بچا این ولی ب... به ان که اعدام مشد مجازاتی یه 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 خبر دیگه هم داریم که باحاله یه آقای 103 ساله ایشون 18000 بار ماراتون رو دویدن 103 چی ایتی 103 ساله رکورد گینس رو زده و ایشون تو سن 103 سالگی اسکای دایوینگ کردن اسکای دایوینگ قبلشون 100 سالگی بوده که تو اومدن پایین گفتن میخوام 3 سال دیگه خودشون هم بودن رکورد داره قبلی ذکر نشده که قبلا ما رو قبلی چند ساله بوده نمیدونیم صد درصد هست بخونیم خبر در میاد آره چون که فرهاد اصلا معلوم نیست خیلی کوتاه دیگه این چرا میخوام خبر رو میگم اینجوری که میخوام میگم شما میشنوید اگه بخواد میره تمامش میخونه ولی یارو باحال صد سالگی اومده پایین گفته میخوام سه سال حالا چرا سه ساله دیگه نه فکر این دیگه بعد معنی که مثلا چند سالم بیشتر نیست میترسن فکرشو میکنم بدنم میلرزه ببین اون خب من اسکادوینگ رفتم دیگه اون لحظه ای که چتر باز میشه چاردن. یه جوری میکشتت بالا اصلا تمام استخونات جابجا میشه این آقا آه. من میخوام بدونم چه جوری استخوناش جابجا نشده موقعی که 103 سال خیدمش 14 هزار ایشون اومده با. اینجا فکر کنم تو, بالا... تو, میری ای... تو یه روزی تو زندگی دید. این کار میکنی کارو ایمان کادو تولد برام گرفت خوردیم به فصل سرما و بعد کرونا و زنگ هم نزدید صد شدیم اکسپاره شد okay. no. باید نه من خیلی راحت نیستم تصورش ترسنا که برای من ولی ولی گفتی که یه آقای پشت تو قشنگ آره یه آقای خوابی که دیدی از اینجا نشد کرد یه آقای صفت چسبیده بهت که اگه بمیری خیلی بده شون با با هم چرا خوابتو نمیگی؟ آخه دلیل نداره دیگه دو جسم در یک روح میشین دو روح در یک جسم میشین کلن دو روح و دو جسمتون با هم کلن یکی میشه ولی خیلی ولی معناداره احتمالا ایشون هم نمیدونم تو خوندی متوجه نشده تندم پریدن یعنی یکی پشتشون بوده تنها نپریدن توی تایتل باز تو خوندی نه بله تن... خب بله. تندم نمیدونم آره. یعنی پ... ایشون هم یه نفر هدایتشون کرده ولی خب دمشون گرم خیلی بود درصد یه فکر مثلا تو اینا خب مطمئنا تو اون سن سخ اونقدر اون... جون نداری بگیری دیگه دمشون گم یعنی ما خب دیگه چی خداهاش... دیگه میریم روی کامنت های توییتر روی توییت های توییتر باران گفته که این هفته خودکست به هم نقشه آدمای اطرافم یادآوری کرد و خب دقیقاً در... نقشه, نقشه. هش گفتم نقشه گفتی نقشه نقشه آدمای دور و دا. چی. <تصفح> و یاد و خب دقیقا چیزی بود که باید بهم به یادآوری میشد تو پرنتز هم چشماش چشم قلب قبلی میشه <تصفح> 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 می کار فرهاد نیست دیگه الان توی عمل انجام شده قرار گرفته فرزاد باز سیستر بود دارم به خوبی کارو انجام میدم علی گفته که مزرات شبکه های اجتماعی به کنار ولی اینقدر تو دنیا واقعی آدم تنهاست میترسه اینستاگرام رو پاک کنه همون چهار نفر که اونجا دارن بپرن قشنگ گفتن خیلی قشنگ گفت من اینو دیدم تو و یکی هم خانه... جواب بهشون داده بود یادم نمیاد چی بود خانم تیپاک هم تی... تینا گفته تینا. که تینا. آره. تینا حواست باشه به خودم اومدم دیدم دوست پسرم داره برای خودش اینترو خودکست رو زمزمه میکنه کل خنده اینا نه ایرانیه نه تا حالا جلوش خودکست گوش دادم فکر کنم صدای لپتوپ رو باید یکم کم کم کنم یعنی ایشون تو بکگراند این صدای اینترو این دین دین این سپه چه جوری من نافذه بله من دیروز توی توییترم یه دونه بودم برای گیمینگ خودم که گفته بودم اگه فلان کارو بکنین مثلا یه دونه قوری کشی که میتونین تو شرکت بکنین بعد ایشون به من زد که و به من تویت کرد که اگر که منو فالو بک بکنی من میرم سابسکرایب میکنم با بهش گفتم که اگر که من فالو بک بکنم تو هم گیو اوی میدی گفت آره فالو بک کردم آدرس خونه رو مرش بخوام بفرستم با هم دیدی که قول ده قول با پاش وای سیتی دیگه حواست باشه خورست من اونجا هم گفتم من از در کنار فرهاد این چیزایی که یاد گرفتم دست رد به سینه چیز مجانی نمیزنم هیچوقت اگه قرار <تصفح> کسی فریبی چیزی به ما بده من 100 درصد قبول میکنم زشت آخه دست رد بزنید بله بله همین تمام تمام خیلی خب من یه بار دیگه اعلام میکنم که ما نه میتونید ما رو توی به صورت صوتی در اپل پادکست گوگل پادکست باریفای کاست باکس پادبین و تمام پادگیرهای مختلف بشنوید و ما رو هم میتونید به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید که چند دقیقی هفتش دقیقی محتوای اضافه داره در مورد هفتمون صحبت میکنیم و سریال هایی که میبینیم و چیزهای مختلف مثلا امروز در مورد دیبیت ترامپ صحبت Biden. کردیم آره ترامپ و بایدن صحبت Trump. کردیم و اینکه همین دیگه ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پایم های صوتی تصویری یا نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم خدافز خدافز. خدا